به ایستگاه خبری تلویزیون ایران آزادی خوش آمدید. 20 فروردین 1403 برابر با 8 آوریل 2024 سلام دارم به همه شما شنوندگان ایران آزادی. نگاهی می‌کنیم به مهمترین خبرهای ایران و جهان. تجمع پرستاران شیراز و لامر و کشاورزان اصفهان در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان و علیه چپاول و غارتگری رژیم آخوندی. سایت تلگراف با عنوان ببر کاغذی بودن رژیم ایران بالاخره آشکار شد نوشت اینکه رژیم ایران چقدر می‌خواهد تنش‌ها را در منطقه تشدید کند موضوع بحث برانگیزی است. آخرین باری که سپاه پاسداران ضربه بزرگی را متحمل شد زمانی بود که دولت ترامپ قاسم سلیمانی را ترور کرد. سران رژیم ایران در پاسخ قول دادن انتقام سختی بگیرد، اما در نهایت این وعده عملی نشد. هشدار کارشناس رژیم اردشیر گرابند: وضعیت فعلی جامعه شبیه اواخر دوره قاجار است. در پایان قاجاریه ما به وضعیتی مشابه وضعیت فعلی رسیدیم. وضعیت به سوی ناامیدی، افسردگی، میل به مهاجرت و به طور کلی بحران اجتماعی حرکت کرده است. کارشناس رژیم اردشیر گرابند: این شرایط آبستن اتفاقات عجیب است. من امیدوارم اتفاق عجیبی که جامعه را از افسردگی نجات می‌دهد با خشونت همراه نباشد. فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت مجلس پیشین ارتجا: مجلسی که روزهای پایانیش را پشت سر می‌گذارند یکی از ضعیف‌ترین مجالس تاریخ ایران خواهد بود. دلیل این است که در زمان این مجلس عملاً فشارهای متعددی به مردم وارد شد. فلاحت پیشه: مجلس یک برگ سفید و یک چک سفیدی در زمینه بودجه به دولت داده بود که نتیجه اش افزایش 150% مالیات ها در طول 3 سال، تورم کمرشکن و به ویژه گران شدن 12,000 تومانی دلار به طور سالیانه بود. یعنی در زمان این مجلس هر ماه دلار گران شد.